در پی افزایش شیب کرونا دلتا در ایتالیا، مقامات بهداشتی کشور در خصوص سرعت شیوع آن در میان نوجوانان و جوانان هشدار دادند. در سه هفته گذشته موارد ابتلا به سویه دلتا در ایتالیا در میان افراد 10 تا 29 سال افزایش یافته است. به گفته مقامات بهداشتی، شمار قابل توجهی از این افراد به علت حضور در میدانهای مرکزی و شلوغ شهرهای بزرگ این کشور برای تماشای مسابقات فوتبال اخیر جام ملت‌های اروپا به این بیماری مبتلا شدند. با وجود اینکه ما در اروپا پیشرفت‌هایی در زمینه واکسیناسیون مردم داشته ایم، اما می‌بینیم که سویه دلتا کرونا به طرز نگران کننده‌ای به ویژه در میان جوانان قابلیت شیوع خود را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های وزارت بهداشت ایتالیا، شیوع سویه دلتا در این کشور 18 استان از 20 استان ایتالیا را آلوده کرده و به حدود 50% کل مبتلایان به کرونا تبدیل شده است. متاسفانه جوانان در برخی از موارد شیوع نامه‌های بهداشتی به ویژه فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند. اما همه ما باید با حوصله مقررات بهداشتی را رعایت کنیم. مثلا خود من با وجود اینکه از چند هفته پیش در ایتالیا استفاده از ماسک در فضای باز اجباری نیست و حتی واکسن هم زدم، ولی همچنان از آن استفاده می‌کنم. به گفته مقامات بهداشتی ایتالیا، شمار مبتلایان به کرونا در این کشور به بالاترین سطح خود در 3 ماه گذشته رسیده است. وزارت بهداشت ایتالیا پیش بینی کرده که تا پایان تابستان بیش از 90% موارد مثبت کرونا در این کشور از نوع جهش یافته دلتا باشه و هشدار داده که بی‌توجهی به شیوه‌های بهداشتی میتونه بار دیگر منجر به بازگشت بحران بشه. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.